برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شرکت های چند ملیتی را به دلیل تبدیل اکوسیستم های جهان به بازی سود مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که عدم اصلاح مسیر منجر به نتایج فاجعه آمیزی خواهد شد. گوترش مسئولیت تخریب محیط زیست را بر اثر فعالیت های اقتصادی انسان به ویژه تغییرات آب و هوایی بر عهده گرفت و اعلام کرد ما با طبیعت مانند یک توالت رفتار می کنیم. پلیس اندونزی اعلام کرد که بر اثر حمله انتحاری یک تروریست که مسلح به سلاح سرد هم بود دو نیروی پلیس کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. او با ورود به ایستگاه پلیس باندونگ خود را منفجر کرد. پلیس گفته یک گروه غیرقانونی به نام جماعت انصار الدوله مسئول این حمله تروریستی است. میگوئل آنجل موراتینو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور پیمان تمدن‌ها با سفر به عراق به شهر نجف اشرف رفت و با مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید علی سیستانی دیدار و گفتگو کرد. این دیپلمات بین المللی که مسئول آماده سازی طرح بین المللی حمایت از اماکن دینی در جهان است در این دیدار گزارشی از اقدام‌های صورت گرفته در زمینه آماده‌سازی این طرح را ارائه کرد و در ادامه مطالب و نکاتی در این مورد از زبان آیت‌الله العظما سیستانی شنید.